مواردی که در بحث مکانیک محیط پیوسته و جریان سیال داره اهمیت هست حرکت آشفته جریان سیال هست که به زم من شاید یک شرس کنم یکی از دشوارترین شاید حتی دشوارترین پدیده باشه که بشر باهاش روبرو هست این اینکه که تعریف جهان آشفته چی هست ما میگوییم حرکت تصادفی و سبودی و تابع زمان یک سیال رو بهش میگیم من نمیخوام وارد این مقوله ها بشم و دنبال این هستم که معادلات حاکم بر جریان آشفته سیال رو با هم دیگه یک مروری بکنیم طبیعتا خود جریان آشفته یک درس سه واحدی است در سیالات پیشرفته میتونه درس داده بشه توربولانس هست شبیه سازی گردابی هست که اینها همه در اونجا میتونه مورد بحث و بررسی قرار بگیره و اون جمله معروف هوراس لم که لم رو ما یه لم وکتور براش دقت به نامش نامگذاری کرد میگه من یک انسان پیر هستم اگر بمیرم از این دنیا برم و بهش وارد بشم دو تا سوال از خداوند میپرسم که خداوند اون رو برام روشن بکنه یکیش کوانتوم الکتروداینامیک هست و دیگری جریان آشفته سیال و من نسبت به اون اولی خوشبین ترم یعنی اینقدر تاکید کرده که حرکت آشفته سیال پیچیده است و خب اینکه ما ماده نویر سوکس رو بخوایم به شکل اوریجینال استفاده کنیم میتوانیم توانیم این کارو بکنیم بر جان آشفته هم قابل استفاده هست ولی ابزار حل مناسب نداریم و شما باید یک سوپر کامپیوتر رو چند ده سال اجازه بدید کار بکنه تا بتونه جهان آشفته سیال رو برای شما حل بکنه ولی معادلات نویر سوکس محدودیتی برای آرام آشفته به شکل بلقوه نداره در نتیجه ما مجبور هستیم از ابزار ریاضی استفاده کنیم و معادلات نویر سوکس رو دستخوش تغییراتی بکنیم که به جای ده سال سی سال چل سال توی یه ماه شرز کنم چیش ماه اینطوری بتونیم به جواب برسیم دو ماه یه بستگی داره که از چه مدلی بخواید استفاده کنیم به خاطر همین هستش که ما در این بخش در مورد مدل سازی جریان آشفته داریم Turbulent Flow Modeling صحبت میکنیم و دو ورژن مختلف سعی خواهیم کرد که اون پدیده های ای که در داخل جریان آشفته هست رو و اون رفتار کیاتیکی که پر از آشوب و پر از اختشاش و اینکه هر اختشاش کوچکی رو رشد میکنه رو به کمک ابزار ریاضی بتونیم توصیف بکنیم سه تا ابزار داریم برای این کار خیلی کلی من نوشتم البته یکی روش شبیه سازی مستقیم هست که دیگه همونجوری گفتم مادل نویرسوکس حل بکنیم طبیعتا اینجا نیاز به مدل سازی نداریم ولی باید کامپیوتر قوی داشته باشیم برای رینوز های کمی بالا و بهتر بگم رینوز های پایین که آشفته هست جریان ولی خیلی هنوز آشفته نیست میشه از DNS استفاده کرد شاید با چند صد هسته و چند اینا هزار و خورده ای هسته مثلا 6 ماه کامپیوتر رو باید روشن بذارید تا هزار تا هسته بتونه شما رو به یک رینوز پایین یه جوابایی به شما بده ولی به هر حال با این وجود همین دی با همین محدودیت هایی که داره خیلی کمک کرده که ما رفتار جن آشفته رو بتونیم درک بکنیم دومی شبیه سازی گردابه های بزرگه که من بیایم بگویم جریان آشفته طبق تعریفش طبق توصیفش مجموعه است از بی نهایت گردابه ریز تا درشت چون من نمیتوانم گردابه های ریز رو شبیه سازی کنم مدل در پروسه حل عددی اونها رو کپچر کنم چون انقدر ریزن که من باید میشم هم همونقدر ریز کنم یه میکرونه من باید در داخل هر کدوم از اونها گردابای سه چهار تا مش داشته باشم خیلی تعداد مشامو میره بالا من چه میام قیچی ور میدارم و اون قسمت گردابه از یه جایی به بعد و کات میکنم میریزم دور در می میتوانم از مش های استفاده کنم در عوض باید اثرات اونی که قیچی کردم ریختم دور عملاتی در داخل معادله که وارد بکنم که بهش میگن لارج ادی سیمولیشن که این پروسه شکل فیلترگیری شده معادله نبیر استوکس هست که در ادامه اشاره خواهیم و بعدی حالتی است که این دفعه بیام اوریجینگ انجام بدم روی زمان تایم اوریج فرم معادله نویر سوکسو به دست بیارم که بهش میگن رینولدز اوریجینگ و معادله حاکم میگن رینولدز اوریج نویر سوکس آر رانز مدل های رانز که این هم در ادامه اشاره خواهم کرد روش های دیگری هم وجود داره مثل آن استدی رانز یو رانز میگیم بهش پارشالی اوریج نویر سوکس اکویشن دیتاچد ادی سیمولیشن very large dissimulation که من در مورد برخی از اینها ویدیو خوشبختانه ضبط کردم و میتونید مراجعه کنید به اونها ولی دو تا از کلاسیک ترین ها معروف ترین یکیش رنز باشه یکی الیس باشه رو با هم دیگه مرور میکنیم طبیعتا در مورد خود اینها من ویدیو ضبط کردم اینجا صرفا سعی دارم کانسپت ها رو به شما بگم و اصول کلی قواعد کلی رو اشاره کنم برای جزئیات بیشتر خواستم پای تخته من ویدیو رو ضبط کردم میتونید مراجعه کنید به اونجا ولی در مدل رنز هم جایی گفتم شما از میانگینگیری زمانی استفاده میکنید و از فلکچویشن هایی که رو زمان ایجاد میشه اونها رو سعی میکنید حسب بکنید و اون آنستدینس مسئله رو به دو واسطه مثلا جن آشفته به دو دلیل تابع زمان هست یکی به خاطر بالک جریان که این رفتی به آشفته آرام بودن نداره جن آرام هم میتونه تابع زمان باشه میتونه نباشه اما جر... اگه بالک جریان هم حتی تا به زمان نباشد حول اون مقدار ثابت نوسانات تصادفی و سبودی ایجاد میشه که باعث میشه ذات جریان آشفته سبودی باشه که اگر این به لحاظ آماری این پروسه ارگادیک باشد که من ارگادیسیتی رو قبلا توضیح دادم چیه شما میتوانید بیاید این فلکچویشن ها رو از مسئله حس بکنید و افریج گیری انجام بدید تمپورال افریجی میگیم بهش و یا اسم دیگرش رینولز دیکامپوزیشن هست یعنی بیام چگالی، گالی سرعت ها فشار انرژی درونی یا قلزت رو به دو قسمت دیکامپوز کنم که یک قسمت مقدار متوسط اون هست و دیگری هایی است که من درگیره با این فلکچویشن ها میخواهم نشوم و نحوه متوسط گیریم هم اینجا مشخص هستش که من میگویم مقدار کمیت دلخواهی مثل اتا وقتی متوسطش حساب میکنم در بازه ای به طول تی از زمان تی صفر تا زمان تی صفر به علاوی تی انتگرال گیری بکنم مقدار متوسط به دست میاد همونجوری گفتم شرط اینکه چنین کاری بتونید بکنید اینه که کمی پروسه جریان آشفته به لحاظ آماری ارگادیک باشه دوم این که این تی بزرگی که اینجا میبینید در قیاس با اسکیل های زمانی مسئله خیلی مقدار بزرگی داشته باشه همونجوری میبینید در اوریجینگ پریود منظورم تی بزرگ هست باید بزرگتر باشد تایم اسکیل اون فلکچوئیشن های جهان آشفته ای که وجود داره ما خیلی بزرگتر از اون اگه فلکچوئیشن خودش 1000 ثانیه باشه شما هم تو 1000 ثانیه اوریج گیری کنید معنی نداره شما باید یک ثانیه اوریج گیری کنید که یکی از خصوصیاتی که این اوریجینگ داره اینه که مقدار اوریج خود همین فلکچوئیشن ها برابر با صفر است مثلا یک سطح پر از زبریس که یه ماله وارد دارید اینجوری روش بکشید پس پسی بلندی صاف بکنید میانگین اون مقدار حتی اثبات میکنیم دیگه میگیم میانگین فلکچویشن ها یک تیوم تی صف تا تی سف علاوه تی یو پریم یو میشه یو من های یو بار که یو بار خب مقدار متوسط گیری شده است خارج میشه و این همیشه میشه تی با تی ساده میشه اولی هم دوباره یو بار هست کل این یعنی یو بار من های صفر خواهد بود و البته خب این که صفر میشه این از یه جهت خوب نیست چون من بالاخره دوست دارم یک معیاری برای سنجش شدت آشفتگی جریان پیدا کنم و هر چقدر این فلاکتویشن ها بیشتر باشن طبیعتاً جهان انگار آشفتگی بیشتری داره ولی خب اگه من فلکچوئیشن ها رو متوسطش رو بگیرم خب صفر میشه ها خب این صفر به من هیچ معیار یا آف اف نمیده که این جریان ها کدوم آشفته تره. در نتیجه برای اینکه بتونیم یک معیار پیدا کنیم میایم یعنی این سرعت های سرعت رو به هم ضرب میکنیم بعد متوسط میگیریم اوریج خود اینا صفره ولی اوریج حاصل ضربشون که دیگه صفر نیست برابر میگن روت مین سکوار مقدار ریشه متوسط توان دوها که اینو میتونید به عنوان یک معیاری برای شدت آشفتگی در نظر بگیرید که حالا اگه خود همین یو رو به مقدار متوسط تقسیم بکنید بهش میگن تروبلنت اینتنسیتی چون این واحد داره اگه بی بودش بکنید شدت آشفتگی و کار رو بدین صورت میگیم تروبلنت کینتیک انرژی یک اینا رو من در ویدیوهایی که در مورد جان آشفته ضبط کردم به اینها اشاره کردم تو درس های دیگه هم انشاءالله بهش میپردست یک سری اتحاد هایی وجود داره برای همین بحث میانگینی که ما تعریف کردیم یا بر رینوز دیکامپوزیشن تجزیه رینوز که مثلا من چند تاشو اینجا آوردم که اخو اولی که همون چیزیست که اشاره کردیم یک کمیتی مثل F اوریج فلکچویشن هاش صفر میشه اوریج مشتق میشه مشتق اوریج اگه من دو بار از یک چه کمیتی Average بگیرم با همون یک بار برابره یعنی بیشتر از یه بار دیگه فرقی نمیکنه. اوریج حاصل ضرب یک تابع و اوریج تابع دیگری را می توان به صورت حاصل ضرب اوریج های آن دو تابه نوشت و اوریج فلکچوئیشن یک تابع در متوسط تابع دیگر صفر و اوریج حاصل ضرب دو تابه که این آخری خیلی اهمیت داره را می توان به صورت حاصل ضرب اوریج ها علاوه اوریج حاصل ضرب فلکچوئیشن های آنها نوشت در مورد این آخری بیشتر صحبت داریم چون در داخل معادله نویرسوکس سوکس ما حاصل ضرب دو تابع داریم و همین که این یک اورج حاصل ضرب تبدیل میشه به مجموعه دو چیز همین خودش منشه یک پرابلمی است یک مسئله است به نام کلوزر که در ادامه اشاره خواهم کرد خب من هر دو شکل تراکم پذیر و تراکم ناپذیر رو به شما خواهم گفت ولی اگر از شکل تراکم ناپذیر شروع کنید خب معادله نویرسوکس از قانون بقای جرم رو دارید از طرف و البته بقای انرژی از طرف اینش اورج بگیرید من بقای جرم رو اینجا نوشتم خب اورج همونجوری که دیدید با مشتق قابل تغییر تعویض هست حالا در نوی بقای جرما روند یو به روند ایکس داریم مثلا اورج اگه بگیرم طبیعتا میشه روند یو بار به روند ایکس که یو بار هم طبق تعریف ما میشه یو من های یو پریم به علاوه روند وی بار به روند ایکس به علاوه روند دبلیو بار به روند ایکس که اگه اینو من جدا بکنم روند یو به روند ایکس روند وی به و این هم وای هست البته و این زده و روند وی من های وی پریم که همون وی بار هست به روند وای و الی آخر که اینا اینا جداش بکنم یو به روند ایکس روند وی به روند وای راند دبلیو به زد طبق قانون بقای جرم صفر میشه پس نتیجه میگیرید که دیورژانس فلکچوئیشن ها هم برابر با صفر ولی این اپراتور هایی که در معادله بقای جرم داریم خب خطیه ولی این مشکل در نادیر یکم پیچیده تر است خب شما اگه نادیر رو نوشتم اوریج گیری هم کردم اینجا هست و بدین شک شکل که اگه خودتون ابریج انجام بدید خواهید دید که این تانسور تنشی که اینجا ملاحظه می کنید قبلا برابر بود با این فقط الان یک ترم اینجا اضافه اومده این ترمی که اینجا اضافه اومده در از سمت چپ تساوی از اینجا اومده و قاطی شده با این و بدین صورت نوشته شده که این ای که اضافه اومده در از همین دیکامپوزیشن اینجا میاد که من حاصل ضربی که دارم تبدیل میشه به دوتا و اگه دقت کنید اینی که اینجا از سمت چپ اومده این و چرا اینجوری است به خاطر اینکه حاصل ضرب دو چیز خب غیر خطی است در جمله ادوکشن که جمله غیر خطی هست وقتی من اوریج گیری میکنم به دو مثل یه ویروسی که دو تکه بشه اینم به دو تیکه تقسیم میشه یکیشو میارم سمت دوم تصاوی و این سمت دوم باقی من یعنی سوال اینه من باید چیکارش کنم و به این مسئله این مجهول جدید به بازی من اضافه میشه که این مجهول جدید رو باید خلاصه من مقدارش رو محاسبه کنم و اینجا هست که مسئله کلوزر مطرح میشه که حالا اینو مقدارش رو من چی بذارم که مسئله من بسته بشه و البته قانون بقای انرژی هست که مشابه قبل این جمله دیسیپیشنه که اورج فقط من گذاشتم بالاش هیچ کار خاصی نکردم و جمله شار حرارتی هم که قبلا این بود الان این جمله هم بهش اضافه می شود. به این جملات اضافه شده در ادامه احتمالا اشاره و البته قانون بقای قلزت یا concentration که این هم باز دیفیوژنی که اینجا داشتیم یه جمله بهش اضافه می شود. که این جملاتی که اضافه شدن به خاطر همون گیری و وجود جملات غیر خطی در بخش ادوکشن به مسئله اضافه شدن و مثلا برای مثال این چیزی که اینجا می بهش میگم mass transfer due to advection of turbulence یعنی به خاطر آشفتگی و ادوکشن در جان آشفته ایجاد شده و دیتی رو بهش میگن turbulent coefficient of یه دید molecular کوفیشنت of دیفیوژن هست مولکولیه بستگی به خود ماده داره و اگه من این جمله رو با مشابه قانون فیک بردارم و از این جاگذاری بکنم در اون صورت این دیتی که ایجاد میشه بهش میگن دیف زریبه توربولانس یا آشفتگی دیفیوژن این خود این یک ایده است که بوزینسک داد دی. یعنی گفت حالا من اینو چیکار کنم حالا سوال اینه که این, زر... این جدیدهایی این جدیدایی که اینجا ایجاد شدن و همه جا هم اینجا داریم هم اینجا داریم اینا رو چیکار کنم بگه چون این با هم در کنار همم هم پس بیام اینا رو هم الهام بگیرم از همون ویسکوزیتی که داشتیم یا قانون فوریه که داشتیم قانون فیکی که داشتیم و اینا رو هم از همون استفاده کنم پس اینو وردارم دارم به جاش اینو کپی کنم فقط این زیر دی یه دونه تی قرار بدم اینجا که این اسمش پس میشه ادی ویسکوزیتی اگه در قانون بقای مومنتوم باشه یا turbulent flux و turbulent conductivity در قانون بقای انرژی و اینجا turbulent diffusion coefficient که در بخش قانون بقای concentration هست شبیه همین قضیه برای دوتای دو, تا دو تا دیگه هم وجود داره که دیگه اجاز من از روش رد بشم ببین این میگن turbulent flux vector flux vector و فی هم که خب بحث دیسیپیشن هستیم میتونید همین کار اورج گیری که انجام دادید رو با مکانیکال انرژی کوئیشن انجام بدید یک معادله ای به دست خواهد اومد که معادله اسکالری است که حاکم بر توربولنت کینتیک انرژی است من اینا هسته رو چون ویدیوهاش هست که جاده بود از رد بشه خب شکل کامپرسیبل فرم average گیری رو بنویسیم البته خب داستان اینجا ختم نشده ها یعنی الان من گفتم اینو چیکار کنم گفتیم بیایم الهام بگیریم از این یکی و یه دیتی رو در حقیقت بذارم سوال اینه که دیتی مقدارش چیه یعنی هنوز مسئله حل نشده فقط یه قدم به عقب انداخته شد تاخیر انداخته شد حالا دیتی رو باید نیازمند مدل هایی هستیم که بیاد این دیت من اینجا نمیخوام دیگه واردون بشم فقط شما رو خواستم با این ساختار کلی آشنا بکنم خود همین ادی مقدار مقدارش بسیار ویدیوهای زیادی من ضبط کردم و باز هم میتوانم ضبط بکنم در آینده که اینها رو راجع به اینا صحبت بکنم و شکل کامپرسیبلش یه مشکل داره بحث ما این بود که در شکل کامپرسیبل شما حتما از شکل کانزرویشن فرم باید استفاده بکنید در نتیجه در شکل کانزرویشن فرم چون چگالی خودش مجهول مسئله است در اینکه من سه تا چیز اینجا به هم ضرب شده سوال اینه که در این آیدنتیتی هایی که ما با هم دیگه نوشتیم اینجا خب من حاصل حاصل ضرب دو تابه واسه تون نوشتم که شد دو تا حالا شما به عنوان تمرین شبیه همین کاری که من اینجا کردم اف گذاشتم اف متوسط به نوسان جی به همین شکل و اینا رو رفتم رسیدم به اینجا اگه اینو با سه تا به انجام بدید یه دونه تابه چه میدونم کام مثلا اضافه کنیم اینجا خواهید که تعداد جملاتی که ایجاد میشه خیلی زیاد میشه و به لازم ریاضی تقریبا غیر ممکن میشه اینجا میایم برای اینکه جلوی این پیچیدگی رو بگیریم به خاطر معنی اینکه رو خودش یک متغیر هست و مجهوله مثلا است از یک اوریجینگ جدیدی به نام فیور اوریجینگ استفاده میکنیم که اتا رو به دو قسمت ترکی... تبدیلش میکنه که یه تیلدا داره بالاش یه زگون داره شبیه همون هست ولی ما قبلا پریم میذاشتیم این هم مقدار متوسط اینجا تیلدا میذاریم اینو زگون میذاریم که اتا تیلدا برابر یک چنین چیزی است و اگه این کار انجام بدید خواهیم این حالا یه سری اتحاد برداری جدید برای تیلدا باید بگیم چی هست آخر میتونید اینها رو بین خودتون نگاه بکنید و اینجا هستش که این دقیقا بحث از اصلی ما اینجاست که وقتی من این رو میخوام حاصل ضرب سه تا تابه و با هم اوریجش رو میگیرم پس از اینکه پروسه تی شد دوباره تر تبدیل میشه به مجموع دو تابه در صورتی که اگه از اون شکل کلاسیک قبلی استفاده میکردم یه کلی ترم داخل مسئله ایجاد میشد که پس از اینکه اینا رو قرار بدید معادله بقای جرم بقای اندازه حرکت به همین به این شکل خواهد بود و البته معادله حالت چون بحث تراکم پذیر هست در چک تراکم پذیر شما باید معادله حالت رو هم وارد بازی بکنید که من بنظرم دیگه نیازی نیست وارد این بحث ها بشیم اگر علاقه من بودید خودتون میتونید به این داستان مراجعه بکنید شکل دوم یا استراتژی دوم ما در برخورد با معادلات جریان آشفته لارجر dissimulation هست در شکل قبل من از طرف این معادلات روی زمان اوریج گیری انجام دادم در این استراتژی از طرف این فیلتر گیری خواهم کرد همونجوری که گفتم دنبال این هستیم که از یک مجموعه ای از گردابه که بهش میگن اسپکتروم یک تیف انقدر تعداد گردابه زیاده که من نمیگم مثلا دو سه تا گردابه داریم میگیم بی نهایت گردابه داریم یه سرشون بزرگن یه سرشون کوچیکن اونایی که کوچیکن ما نمیتونیم با توجه به کامپیوتر خوب نداریم نمیتونیم مشه به اندازه کافی ریز بزنیم که داخل هر گردابه با ابعاد چند میکرون سه چهار تا مش بیفته حالا ابعاد اون باید چقدر باشه و در نتیجه میایم اینا رو فیلترشون میکنیم سرش رو میچینیم مثلا مثل درختی که هرس میکنن فرایند فیلتر گیری رو چون من اینا هرس کردم پای تخت زب کردم اجازه فقط کانسپت ها رو اشاره کنم و نکات کلی فرایند فیلتر گیری شده رو پارامتر فیلترگیری شده رو با اف بار نشون میدیم و میگوییم اف بار به عنوان یک هر تابعی میتونه باشه این کانسپتی که میگم و لئونارد بر, بر اساس کانولوشن انتگرال دقیقاً بیان که این چیزی که میبینید یک کانولوشن انتگرال هست و ارزم بزرگ شما که گفت افبار بار برابر است با یه تابعی مثل جی که حالا جی نمیدونیم چیه در اون R و اون آر پریم و تی پریم دامی وریبل های مسئله ما هستند و برای ساده دامی وریبل های انتگرال گیری هستن که در نهایت هست میشن و همین R و تی در نهایت مثل اینکه انتگرال چه میدونم اف رو شما بخواید حساب بکنید خب در اون اف تی میتونید به اونم میگن دامی وریبل و اینو برای سادگی که اینجوری هم نشون میدن حالا برای ترسوندن شما نیست اینا یعنی برای اینکه ساده تر بتونید بنویسید این فرآیند فیلترگیری که اینجا میبینید باعث میشه که اون ساختارهای خیلی ریز ببین توی بحث رنز بحث زمان ما از بازی هست کردیم اینجا داریم سعی میکنیم که گردابه های ریز به لحاظ مکانی رو از بازی حالا اینکه این مکانی از چقدر ریزتر رو من بخوام حذف کنم یه کمیتی به نام دلتا بهش میان کاتاف لینز یعنی جایی که دیگه از اون به بعد من لحاظ نمیکنن گردابه هایی که ابعادشون از دلتا کوچیکتر باشن و من نمیتونم کپچر کنم میفتن داخل ابعاد و بعد دیگه حس میشن از بازی بهش میگیم اسپیشال فیلترینگ یعنی فیلترگیری فضایی اینها دیگه در داخل مسئله من حذف خواهند شد و همین هستش یادتون باشه من گفتم کانولوشن اینتگرال توی بحث انتقال حرارت هم هست باعث میشه که رفتار نان لوکال تو مسئله ایجاد بشه و اتفاقا اینجا هم همین گونه است یعنی به واسطه این انتگرالی که من دارم می نویسم گردابه های مختلف با هم دیگه گره می خورن. خب ولی این ممکن سوال کنید این گردابه های دل این که اینجا میبینید کجاست داخل این مسئله در داخل این جی کرنل فانکشن بهش میگن داخل این کرنل فانکشن جی نهفته است اوکی این تابع جی راجبش خیلی بحث داریم که در ادامه اتفان صحبت خواهیم کرد راجبش و کاری که ولی وظیفه ای که جی داره اینه که تو وقتی تو فضای فرکانس هستیم گردابه هایی که فرکانسشون از یه حدی بیشتره یا ابعادشون از یه حدی کوچکتره رو کات کنه بریزه دور ولی بها داره این کار یعنی شما نمیتونید گردابه ها رو بریزید دور و دیگه هیچ تبعاتی هم نپذیرید این کاری که میکنید باعث میشه که معادله اصلی شما یک تغییر درش ایجاد بشه و سوال اینه که اون تغییری که در معادله ایجاد میشه آیا واقعا میتونه اثرات حسب شدن آن گردابه های ریزو به درستی نمایش بده خب پاسخ منفی یعنی بالاخره خطا داره راجع به صحبت خواهیم که خب تو این بحث فیلترگیری توی جنهای دو فاز هم هست یعنی وقتی شما یه جن دو فازی داری که انواع اقسام ذرات با قطر کروی مختلف تو هوا هست مثل آلودگی هوا شما نمیتونید همه اینا رو مدل کنید میای فیلترگیری میکنید یک سری از این گرد و خاک های به قول معروف ریستر از یه حدی رو کاتشون میکنید در عوض اثراتشون رو به معادله وارد میکنید خب حالا سوال ما این هستش که بالاخره ما این بحث فیلترگیری رو حالا فرض کنید من هر چی جی رو انتخاب کردم مثلا کاری من به جی ندارم که چی است در مورد انواع فیلترها هم در ادامه صحبت خواهیم کرد البته ولی آن چیزی که ما داریم این هستش که خب من الان یه اف پریم دارم دیگه اینا همون چیزهایی هستن که باید فیلتر بشن میشه اف من های مقدار فیلترگیری شده که اگه اینم هم از همون اپراتور بالا جاگذاری کنید به این صورت میتونیم بنویسیم F من های G در F که حالا از Fش فاکتور گرفتم خب ولی هر آن چیزی که باشد این G باید یک خصوصیت داشته باشه که این رابطه که اینجا میبینید و باید ارضا بکن این از کجا آمده؟ خب وقتی که من میتونم اینجا رابطه که برای اینجا نوشتم برای هر تابعی بنویسم دیگه این کلی نوشته شد یکی از این بی نهایت توابه توابه ثابت اگه من این مقدار رو مقدار ثابتی قرار بدم در این رابطه ای هم که اینجا میتونیم در بگیم اگه این مقدار اف به ثابتی باشه و فیلترش هم خودش میشه یعنی این هم ثابت میشه هست میشه از طرف این کنسل میشه این یک میشه پس انتگرال g dt پریم dr پریم بعد یک بشود همونجوری به این فیلتر من هر آنچه که هست باید یک چنین خصوصیتی داشته باشه این انتگرالش بدین صورت به این میگن کانسیستنتی کانسیستنسی رابطه سازگاری یعنی باید تابه جی من نمیتونه دیگه هر چیزی که دوست دارم باشه باید خودش رو طبق این رابطه سازگار با این رابطه سازگار باشه و خلاص این نکته اینجا در این خلاصه بر این هستش که باید این تابع فیلتر من اینجوری باشه ولی باز یک سری اتحادهای برداری من اینجا قرار دادم که دقت کنید نیاز زیاد فقط همشون نامساویه بیشتر از این که بگم چی مساویه چی گفتم چی مساویه چی نیست یعنی که دو بار اگه فیلتر بگیرم برابر با یک بار فیلتر گیری نیست و برعکس آن چیزی که در رنز داشتیم اونجا دو بار اوریج گیری با یک بار اوریج گیری فرق ولی اینجا اگه تابع دو بار شما فیلتر بگیرید خب عوض میشه مقدارش خوشبختانه فیلتر جمع میشه مجموعه فیلترها و در این مورد هم اگه بخوایم صحبت کنیم در یک حالت امکان داره که این اتفاق بیفته که فیلتر مشتق بشه مشتق فیلتر و اونم در حالتی است که فیلتر من همه جا هموجن باشه یعنی در نقاط مختلف داخل میدان حل میزان اون فیلترگیری که انجام میده و اون کات که داری یکی باشه اگه یه جایی خیلی فیلترگیری سختتری انجام بدی یه جا مثلا یه جایی درخت شما شاخه درخت رو خیلی طولانی ببرید یه جایی فقط نوکش رو بچینید در اون صورت دیگه نقاط مختلف درخت شما با یه اندازه هرس نکردید و اونجا دیگه هم... این هموجن بوده مثلا ولی اگه هموجن باشه این میتونید این کار انجام بدید و نکته بعدی اینه که فیلتر اف پریم صفر نیست برعکس قبل که اوریج نوسانات صفر بود این صفر نیست پس من تقریبا همین دوتا رو داشتم به جز این فقط به شما یک پا... چی میگن؟ نکته منفی دادم که گفتم حواستون باشه هیچی با هیچی برابر نیست به همین باعث میشه که ما زیاد به لحاظ ریاضی دست و بالمون باز نباشه که بتونیم با معادلات بازی کنیم حالا در عوض ما نامید نمیشیم البته کارهای دیگه انجام خواهیم داد که انشاءالله در ادامه خواهیم نکته بعدی خود در مورد همین فیلترها اجازه بده کوچولو صحبت بکنیم تابه جی همونجوری که گفتم کرنل فانکشن کانولوشن انتگرالی که داشتیم نوع فیلترگیری رو مشخص میکنه در مورد فیلترها من فکر کنم نزدیک نیم ساعت توی ویدیو صحبت کردم اما ساده ترینش دیگه کلاسیک ترین و ساده ترینش بهش میگن تاپ فیلتر که اینجا نوشته. که میگوید اگر فاصله نقطه ای در یک دایره مثلا به شعاع آر یک کره در حالت سه در نظر بگیرید که شعاعش رو دلتا دوم دقیقت قرار بدید کل قطرش میشه دلتا این دلتا فاصله است که اگه بیفتیم در داخل این کره گردابایی که در داخل این کره بیفتن کپچر نمیشن و اینا حذف میشن کات میشن بریده میشن فیلتر میشن به عبارت دیگه میگوییم اگر فاصله ما بیفته در داخل یک کره به شعاع دلتا دوم در اون صورت مقدار جی رو به این صورت قرار میدیم و در غیر این صورت مقدار جی صفر خواهد شد و اگه اینو من جاگذاری بکنم برای اینکه درک فیزیکی پیدا بکنه که این تاپ فیلتر علتش هم مش میگن تاپ هات به خاطر اینکه شبیه همین کلاهاییه که شلوکوم میذاشت سرش جوری مستطیله اینا من توی ویدیو شکلش اینا رو کشیدم و دلتا هم میشه پهنای فیلتر که در حالت یک بودی برای سادگی اگه این جی رو برید داخل اون کانولوشن انتگرال جاگذاری کنید میرسید به این. یعنی میگید که از ایکس به علاوه دلتا دوم و x من های دلتا دوم یعنی یک ای به پهنای دلتا در که وسطش x شما از انتگرال f رو بگیر به پهنا تقسیم این مناش چیه این دیگه به عبارت دیگه داره میگوید مقدار فیلتر, گی... فیلتر F در یک نقطه برابر است با مقدار متوسط تابع F از دلتا دوم قبلش تا دلتا دوم بعدش این همون کانسپت نان است که اشاره کرد پس شما وقتی میخواید مقدار F رو توی نقطه حساب کنید در حقیقت دارید از نقاط مجاورش تا فاصله دلتا دوم از دو طرف هم استفاده میکنید و این نقاط اطراف توی اون مقدار تابع در اون نقطه تاثیر گذار هست این خاصیت تابع کانولوشن انتگرال هست خب به خاطر همین از شما هر چقدر وقتی اسموس میکنه تابه او یعنی فرض کنید یه تابه ای که خیلی پستی بلندی داره نوسان داره شما وقتی ازش فیلتر میگیرید از نوع تاپت فیلتر انگاری که دارید اسموسش صاف میکنید پستی بلندی هایی که به خاطر گردابه های ریز در داخل مسئله ایجاد شدن حذفش میکنید از مسئله فرکانس خیلی بالایی هم دارن دیگه حالا اینکه چقدر شما این اوریج رو کوچیک‌تر انجام بدید هر چقدر کوچیک‌تر باشه طبعاً فرکانس های بزرگتری رو میتونید تو مسئله لحاظ بکنید یا گردابه های خیلی ریستر رو از بازی هست که. ولی خب زمان محاسباتتون هم طبیعتاً افزایش پیدا انواع دیگر فیلترهایی وجود داره مثل گوسیان فیلتر، شارپ سپکترال، کات فیلتر اینتگرال ایمپلیسیت فیلتر اینا رو دوست داشتید برید خودتون حتما تو ویدیو توضیح مختصری در مورد اینا دادم ایمپلیسیت نیومریکال فیلترینگ یکی از پرکاربردترین فیلترهایی است که استفاده میشه مثلا اون آوردم اینجا داره میگم که مشتق به یک تابعی مثل یو حالا هر چی میتونه باشه طبق تعریف یو بار در حالت یک بودی بدین صورت قرار داده میشه و من میتونم مشتق و در حقیقت و یک بر دو رو ببرم پایین انتگرال شما بلدید که وقتی من انتگرال یه رو میگیرم باید تاب اولیهاش رو پیدا کنم مقدار تابه اولیه در حد بالا منهای تابه اولیه در حد پایین رو بگیرم و حالا مشتق تابه اولیه میشه خود تابه دیگه حالا مشتق تابه اولیه من ux بالا علاوه من منهای ux من هایش تقسیم بر داشت این داره به شما میگه مقدار مشتق فیلتر فیلترگیری شده برابر است با گسسته فاینیت همون تابه پس وقتی من دارم یک تابه ای رو دارم مثلا نویر سوکس حل میکنم مشتق اول رو به این صورت من گسستش میکنم با فایت دیفرنس انگاری که دارم همزمان با این گسست سازی فرایند فیلترگیری رو هم انجام میدهم پس دیگه نیازی نیست برم یک فرایند فیلترگیری جدا انجام بده فقط کافی گسسته کنم به این میگن ایمپلیسیت numerical filtering implicit یعنی زمنی یعنی شما نیومریکال که دارید حل میکنید به شکل زمینی فرند فیلترگیری هم انجام شده خب این از خود فیلتر حالا بریم سراغ معادله از طرفینش فیلترگیری کنیم ببینیم چی میشه و خب من معادله رو دارم از طرفین به جای اینکه این دفعه اوریج بگیرم فیلترگیری خواهم کرد و خواهید دید که معادله بقای جرم به شکل همون اصلی خودش باقی میمونه و ولی اینجا خب همونجوری که گفتم دیگه شما نمیتونید از هایی که در رنز داشتیم اینجا استفاده بکنید دیگه اجازه رد بشیم از روش. ولی در اینجا خب چون این الان گیر مسئله ما خلاصه اینجاست برای اینکه این مشکل حل بکنیم من به فقط تر... سمت طرف دو طرف این معادله یک چنین ترمی اضافه و کم کردم این ما نامید نمیشیم همون که گفتم درسته ما اتحاد برداری داریم خودمون که میتونیم یک چیزی کم و زیاد کنیم اینی که از به سمت چپ اضافه کردم و اینجا نگه داشتم اینی که نمیدونم چیه رو بردم سمت راست تصاوی اینجا گذاشتم و اینم هم همینیست که خودم به دو طرف این اضافه کردم مشکل من اینه که نمیتونم بگم فیلتر حاصل زرد برابر با حاصل ضرب فیلتر هست در اینجا بر این برای اینکه من اینو میخواستم خودم اضافه کم کرد و همین کار رو تو بقای انرژی هم انجام بدی چون بالاخره اینجا سرعت در دما داریم دیگه و اینو خودم اضافه کردم به طرف این اینی که نمیتونستم چیکار نمیدونستم با چیکارش کنم آوردم این برای تصاوی در نتیجه معادلت و این دوتایی که با هم دیگه هستن و از روند به اگه فاکتور بگیری اون چیزی که در داخل ایجاد میشه رو بهش میگیم تانسور تنش جدیدی که مجهول مثلا است و این همون کانسپتی است که تو رینوزم هم داشتیم در رنز داشتیم برای من مثلا حل یک مجهولی درش ایجاد شد که مقدارش رو نمیدونم چیه و باید برم یک معادله از بیرون یک اطلاعات جدیدی پیدا کنم که برم اون حساب بکنم اونجا و مدل های مختلف رنز کاپسیلون، اینا همه از اونجا برای همینه که بتونه اون مجهول رو پیدا کنه اینجا باید برم یک اطلاعات بیرونی پیدا بکنم که مقدار این تانسور تنش ساب اسکیل بهش میگن ساب گرید اسکیل یعنی مقیاس زیر شبکه یعنی چون من شبکه من به اندازه کافی ریز نیست یک سری از گردابه های من در داخل این شبکه مدفون میشن و من اثرات هست شدن و فیلتر شدن آن گردابه های ریز رو بهایی که پرداخت کردم اینه که این جمله رو باید بلایی سرش بیارم به مقدارش از یه جایی بتونم حساب بکنم یا در بقای انرژی این دوتا را اگه با هم دیگه جمع کنید کیو شار حرارتی زیر شبکه ایجاد میشه که من این پایین اتفاقا نوشتم این دوتا الان مقبه میگن کلوزر یعنی مجهولا من مسئله من هنوز بسته نشده رزیجوال استرس تنسور هم بهش میام یعنی اون تنسور تنه چی که باقی مونده خلاص من اینو باید یه جوری حسابش بکنم و اینها اثرات همون گردابه های ریزی هستن که ما در مسئله لحاظ, نکردیم یه مشکل دیگه هم این داره و اینه که تریسلس نیست یعنی برعکس آن چیزی که در روش رنز داشتیم تانسورهای تنش تنش رینوزی که به دست آوردیم تریسش صفر میشه حالا اثباتش سخت نیست ولی اینجا تریسش صفر نمیشه برای اینکه ما بازم نامید نمیشیم یه چیزی اضافه کم میکنیم از رو نرفتیم ما همچنان یک جمله اضافه و کم میکنم همونجوری از اون قبلی این مقدار رو کم کردم در عوض قرینش رو میرم اضافه میکنم به جمله فشاری که در داخل معادله ای من وجود داره و خیلی کار ساده ای اصلا کانسپت پیچیده ای نیست با این کاری که انجام دادم این ام جدیدی که تانسور تنش رزیجوال جدیدی که ایجاد شد دیگه تریسلس است و با خیال راحت دیگه میتونم از علت این هم که چرا اصلا ما اصرار داریم اینو تریسلس کنیم چون ما خیلی از دوست داریم که از آن چیزی که در رنز بلد هستیم الهام بگیریم برای اینکه مقدار این تا رو حساب کنیم ولی اون چیزی که اونجا داشتیم تریسلس بود در نتیجه سعی میکنیم اینم تریسلسش بکنیم که بتونیم اینو به جوری از آن چیزی که در رنز بلد هستیم استفاده کنیم و ببریم جلو در نتیجه پی رو تعریف کردم پی فیلتر پیم این موجود که اینجا شده و اینجا تای ام قرار دادم دیگه الان با خیال راحت میتونم بگم تای آی جی ام تانسور، تانسوری تریسلس است خب اینم از این شکل کامپرسیبل فرمش هم بعد نیست اشاره کوچولی بکنم که باز هم همون مشکل رو داریم که حاصل ضرب سه تا پارامتر چگالی و سرعت وجود داره در اینجا هم از فیور دیکامپوزیشن استفاده خواهیم کرد و شکل فیلترگیری شده معادله بقای جرم و بقای انرژی و بقای مومنتوم رو اینجا داریم و البته مقدار تای اس ساب گرید اسکیل تنسور و مقدار ام رو که همون کانسپت البته اینجا وجود داره رو هم مجددا اینجا نوشتم و قدم نکته آخری که در الیس ما داریم اینه که حالا بالاخره بعد این مقدار رو باید چیکار بکنه و مقدار ساب گرید اسکیل استرس تنسوری که به دست آوردم باید SGS تنسور بهش میگن ساب گرید تنسور رو باید چه جوری محاسبه و مسئله کلوزر هست خلاص مدل سا... SGS من باید انقدر دقیق باشه که بتونه اون رفتاری که قبل از فیلتر شدن وجود داشته و ما نمیدونیم چیه اون رفتار چون میدونستیم که حل نمیکردیم و بتونه به درستی پیش بینی کنه بهش میگن انرژی اسپکتروم چون همه این هایی که در جریان وجود انرژی دارن و یک اسپکتروم چون که ارلابه ها بی پس بی نهایت تام انرژی داریم یک تیف انرژی داریم حالا این تیف انرژی رو من اومدم سرش رو چیدم سرش رو بریدم و بدون اینکه اون گردابه های ریز رو که مدل سازی بکنم خب اومدم بدون اونا انرژی اسپکتروم رو دارم به دست میارم طبیعتا انرژی اسپکتروم من در این حالت جدید با اون حالت اصلی یکی نخواهد بود سوال اینه که من باید معادله رو جوری دستکاری کنم که این دوتا رو هم باشه حالا اینکه من چجوری هستم میتونم این کار رو بفهمم که این دقیقه نتایج تجربی وجود داره نتایج DNS برای حالتهای خاصی وجود داره داستان اینجوریه خلاص یعنی میخوام پیشدگی های قضیه رو متوجه بشی که داستان چی هست ولی اون چیزی که هست باید اینتراکشن بین گردابه های مختلف رو بتونیم مدل سازیم هم اینتراکشن بین گردابه که مدل سازی کردیم هم اینتراکشن بین گردابه که ما حذفشون کردیم و هم اینتراکشن بین گردابه که حذفشون کردیم و گردابه که داریم اینا رو این ستا رو باید هر ستاشو بتونه در داخل مسئله به درستی مدل سازی بکنه و بحث آبشار انرژی هم که از یه طرف یعنی بحث آبشار انرژی میگوید که گردابه های بزرگ به گردابه های ریز تبدیل میشن و این گردابه های ریز به گردابه ریزتر تبدیل میشن تا اینکه در مقیاس کلموگراف دیگه از اون ریزتر نمیشه و این گردابه های ریز تبدیل به حرارت میشه انرژیشون به واسطه دیسیپیشن و نکته بعدی هم اینه که باید خب این اینوریانت باشه من اتفاقا یادتون باشه تو کانسپت هایی که بود عرض کردم که خب باید ما خب میتونیم یه مدلی ارائه بدید که شما این اینوری نباشه خب این یک عیبه برای اون سیستم هست دیگه حالا اینکه چطوری میتونم من رفتار یک ساب گرید اسکیل مدل رو بسنجم دو جور میکنن این کار یکی پریوری تست هست یکی پوستریوری تست من اینها رو توی ویدیو خیلی بیشتر توضیح دادم پریوریتی uh, خیلی ساده است اینکه من بالاخره یه جواب اکسپریمنتی دارم یه دی چیزی دارم یه جواب دقیقی دارم میام مدل اس که ارائه دادم رو حل میکنم الیس رو حل میکنم رو میذارم کنار اون با هم دیگه مقایسه میکنم این خیلی بدیهی به نظر میرسه اما یک روش دیگه هم وجود داره که میتونم میتونم بدون اینکه اصلا الیسی یعنی ای سازی بکنم مساله رو تست بکنم بهش میگن نگاه بالا به پایین تاپ داون در پوستریوری تست شما میاد یک دیتای دقیقی دارید حالا مثلا از DNS به دست اومد و این جواب دقیق دارید رو فیلتر گیریش میکنید ما معکوس عمل میکنیم جواب اول فیلتر گیری میکنیم مثلا رو حل میکنیم جواب ارائه میدیم اینجا عکسه به خاطر میم از بالا به پایین شما یک جواب دقیقی دارید اینو فیلترش رو محاسبه میکنید بالاخره داده ها معلوم هست چی دیگه و شکل فیلتر گیری شده مثلا میدان سرعت رو به دست میره. و بعد به کمک اون مدل ساب گرید تنسوری که داشتید و با این فیلترهایی که گرفتید تانسور تنش زیر شبکه رو به دست میارید یک بار هم میرید این رو به کمک داده های تجربی که داشتید محاسبه میکنید و با هم مقایسه میکنید و وقتی م... میگم معما هم گشت آسان شد وقتی شما جواب دقیق دارید خب دیگه دقیق دارید که جواب دقیق و فیلتر میگیرید از فرمولی که خودتون ارائه دادید تانسور تنش زیر رو حساب میکنید یک بار هم که خب میرید از داده هایی که دقیقی که دارید مقایسه میکنید ببینید اون چیزی که شما ساختید چقدر میتواند با دقت خوب آن چیزی را که باید باشد پیش بینی کند این پست پوستریوری است بریم سراغ مدل های SGSی که برای معمولا استفاده میشه برای شبیه سازی یا مدل سازی تانسور زیر شبکه تنش های زیر شبکه که در اینجا خب من دسته بندی شده آوردم یه دست از این مدل ها خب من اینها رو تو ویدیوهای مربوطه خیلی توضیحات بیشتری دادم اینجا صرفا معرفی میکنم و کسی اگر لوق من بود میتونم اون که پای تختم هست مراجعه کنم یکی مدل های فانکشنال هستن که یا استاتیکن یا دینامیکن خود اینا اصلا به دو دسته تقسیم میشه مدل های فانکشنال میان از اون هایپوتسیزی که بوزینسک مطرح کرد و گفت من بیام این جمله تانسور مبتیه تو البته تنش های رینولز این کار کرد و الهام گرفته شده اتفاقا از همون چیزی که در رنز استفاده میشه از همون کانسپت استفاده بکنیم و بیایم اون جمله که که مبهم هست رو در قالب یک ویسکوزیته بهش میگن ادی ویسکوزیتی به مسئله وارد بکنیم که خب خیلی شاید شنیده باشید این رو در موارد مختلف که میگم ادی حالا ولی سوال اینه که حالا این ادی مقدارش چی باشه همونجوری که این مقداری که هست رو به جوری هم نوشتیم که مشابه رند تریسلس بشه و اون قسمتی که تریسلس شده رو نوشتم دو برابر یه ویسکوزیته ای حالا نمیدونیم این ویسکوزیته چقدر هست در این کپی بر همیشه ما کارمون همین بوده وقتی یه چیزی رو بلد نیستیم سعی میکنیم شبیهش کنیم به چیزی که بلدیم خب الان ما بالاخره بلدیم قسمت های مربوط مالیکولار ویسکوزیتی رو حالا میاییم اینجا اینم شبیه اون میکنیم ولی مشکل رو حل نمیکنیم مشکل بعدی اینه که خود همین نوتی رو باید چیکار بکنیم بهش میگن توربلنت ویسکازتی و این اضافه میشه در حقیقت به مولکولار ویسکوزیتی که در داخل سیال وجود داره که دیگه معروف ترین و ساده ترین و شاید قدیمی ترین مدلی که وجود داره اسما گورنسکی لیلی هست که میاد این که اینجا میبینید رو به این صورت می نویسه این یک فانکشنال هست خود این اثبات این فرمول با توجه به طول اختلاط پرنتل بیان میشه که من اینا رو تو ویدیو اثبات کردم خب سی اس یه ثابتی هست دلتا یا ماکسیموم دلتا یک در سه جهت هست یا ریشه سوم حاصل زر بشه یا مراجع توان دو و تقسیم بر سه به توان تو مراجع مختلف متفاوته که دلتا همونجور که دیدید کاتاف لینکس هست دیگه در جهات مختلف سی اس هم یک کمیت مثبتی هست که این سی اس نمایندی اطلافه یعنی دقیقا این ویسکوزیته وظیفش این هستش که وقتی آبشار انرژی انجام شد و رسیدیم به مقیاس کلموگروف در اونجا اطلاف انرژی جنبشی و تبدیل کردنش به حرارت رو انجام بده و حتی بهش میگیم که این سی اس وقتی عدد مثبتی باشه بدین معنی است که جلو جلوی انباشته شدن انرژی جنبشی دو اسکل های کوچیک رو میگیره نیه به نکته مثبتی که داره اینه که هر چقدر کاتافلنکس من به سمت صفر میل بکنه یعنی اینکه ابعاد شبکه ای که استفاده میکنم کوچک و کوچکتر باشه چون قرار شد که از نوع نیومریکال ایمپلیسیت فیلترینگ استفاده کنیم هر مش شبکه بندی من کوچکتر باشه همون قدم فیلتر من کوچکتر در اون صورت مقدار این ویسکوزیته به سمت صفر مزیت این روش هست که توی رنز نداریم یعنی شما تو رنز اگر از شبکه خیلی ریز استفاده بکنید این مقدار اون جملاتی که اضافه کردید به مسئله تا اثرات آشفتگی رو مدل سازی کنی از بین نمیره و این عیبه ولی اینجا نه اینجا شما حتی چهار شبکه رو ریز بکنید این خود به سمت صفر میره و گویی که اصلا از الیاس استفاده نکردید به سمت دی حرکت میکنید خب حالا فقط در بحث استاتیک و دینامیک رو بد نیست اشاره بکنیم در مدل های استاتیک پارامتر سی که اینجا راجع بهش اشاره کردیم یک مقدار ثابتی هست استاتیک دیگه مقدار مشخصی تأثیری توی حد عدد رینولد تاثیری تو مقدار سی اس نمیذاره خودش هم سی اس هم بعد مقادیر متنوعی داره یعنی از 600 اون برای شیر ها داده شده تو مراجع تا 2500 اون برای جریان آشفته هموجن آیزوتروپیک توربولانس خاطر اینکه همین مشکل رو دقیقاً بتونیم جلوشو بگیریم و خب اون چیزی که نزدیک دیوار هست با اونی که وسط جریانه برای مثال خب فرق میکنه سی سیس نباید یکی داشته باشه ولی ای به این مدل استاتیک اینه که جلو این قضیه رو میگه حالا یه کاری اومدن که گفتن ما میایم یه سری دمپینگ های اضافه میکنیم آرتیفیشال دمپینگ مصنوعی اضافه کنن اضافه شده در ادامه مثل وندریست ایکویشن که این میاد اینو در حقیقت درست میکنه یا به جای اینکه بیایم به شکل مصنوعی جمله ای به مسئله تزریق کنیم که مثلا نزدیک دیوار مقدار سی رو کاهش بده از مدل های دینامیک استفاده میکنیم حالا مدل های دینامیک چی هست من تو ویدیوها به شکل خیلی مبسوطی راجع به صحبت کردم فکر کنم بعد نباشه اینها رو ببینید اگه دوستا تو این زمینه ها میخواهید کار بکنید دیدن اون ویدیوها واقعا واجب هست چون درسش هم هر جای رای نمیشه خیلی هم درس خاصیه شاید کسی نخواد بره یه درس سوادی فقط تو اینجا فقط الیاس پاس بکنه ولی یک بحثایی که وجود داره مثلا بکس اسکترینگ رو بتونه مدل سازی بکنه انرژی از مقیاس های بزرگ به مقیاس های کوچک هست و به لکس از مقیاس های کوچک به بزرگ که به این دومی میگم بک اسکاترینگ نکته بعدی اینه که روباست مدل اسماگورنسکی خیلی مدل روباستی سال در مورد روباست بودنش من یه ویدیو فقط راجع خصوصیات روش های عددی ضبط کردم اونجا روباست رو خیلی خوب تعریف کردم که چی ولی در با وجود اینکه این روباسته خیلی مدل مستحکمی است خوب جواب میده ولی بک اسکترینگ رو نمیتونه ده مدل سازی بکنه سی اس در آرام صرف نمیشه در قسمت های مخ... یه نکته دیگه ای هم که باید مدل های ما بتونن داشته باشه اینه که جریان ممکنه در یه جاهای آرام باشه یه جای آشفته باشه باید مدل انقدر هوشمند باشه که جایی که جریان آرام هست مقدار سی اس صفر بشه اصلا انگار مدل آشفتگی نداریم جایی که نیست خب مقدارش مشغل این این رو نداره و مقدار سی اس همه جا چه آرام باشه چه آشفته باشه مقدار مخالف صفری داره برای تو مدل های دینامیک مثل مدل جرمانو که اون ثابتی که تو مسئله وجود داره تابعی از مختصات فضایی زمان و جایی که نزدیک دیوار باشه صفر جن آرام باشه سفر اینا هم ای ایرادات رو میتونه برطرف بکنه و نکته بعدی اینه که اصلا خب سی اس من چجوری میتونم مقدارش رو حساب کنم خب این یه مجهول مسئله است مثلا چیزی که در وسایل اندازه‌گیری داریم ما بتونیم اینو کالیبرش بکنیم که در مدل های دینامیک از دابل فیلترینگ استفاده میشه برای اینکه بتونه اینو یعنی یه بار فیلتر معمولی میزنه یه دونه فیلتر بزرگتر میزنه از اینجا میتونه کالیبره بکنه مقدار مثلا قلقگیری در تیراندازی که شما سه تا تیر اول شلیک میکنید قلقگیریتون انجام دادید بعد تیراندازی رو آغاز یک چنین چیزی و خوب مزیتش هم دیگه نیاز به هیچ دیتا خارجی نداره دیگه با همون دوتا فیلتری که میزنه شما میتونه مسئله رو حل بکنه فکر من به کافی باشه واسه همینجا بیشتر از این شما رو به ویدیوها در قطعه میکنم. دوم این قطعه واگذار میکنم دومین دست از مدل های که وجود دارن معروف هستن به مدل های تو قبلی خب از فانکشنال بودن یک فانکشنالی با برای اون پارامتر مجهول و و اون پرابلم کلوزر برای اینکه مجهولاتمون بسته بشه پیشنهاد دادیم اینجا خب بیایم از مدل های ساختاری یعنی از ساختار جریان آشو استفاده میکنیم که چگونه است که سلف سیمیلاره خودش خودش رو تکرار میکنه و از همین سلف سیمیلار بودن ساختار جهان آشفته استفاده میکنیم و اون مجهول پیدا میکنیم که معروف به شون باردینا شخصی که این ارائه داد باردینا هست من هم کداشو تو سایت هم گذاشتم هم یه پی دی اف خیلی خوبی براش گذاشتم هم توی ویدیو راجبش توضیح دادم و این دیگه اجازه راحت رد بشیم از روش خودتون دیگه مراجعه میکنید به این داستان ولی برمیگرده به اینکه جهان خود اگه ریز بشید به مثل فرکتال ها ساختار فرکتالی که داریم که هر چقدر زوم بکنین رو فرکتال ها خودشون خودشون رو تکرار میکنن این هم یک چنین حالتی چون داره میتونیم بدون با توجه به خود ساختار جهان آشفته این قسمت رو محاسبه بکنیم و برعکس قسمت قبل یک فریم ورک ما ساختیم بر اساس اون چیزی که بوزینسک فرض کرد و اومدیم حالا بالاخره نوتی همه چیز همه چیز رو معطوف کردیم به محاسبه ویسکوزیته ویسکوزیته بی... آشفتگی اینجا ولی اونجوری نیست هیچ گونه فریم ریاضی از پیش تعیین نشد و دسته سوم مدل های میکست مدل هستند که ترکیبی هستند از استراکچرال و فانکشنال مثلا مدل های استراکچرال یه ای بی که دارن که دیسیپیتیو نیستن و یک جایی ممکنه مسئله شما ویسکوزیته منفی بده یعنی ویسکوزیته مثبت یعنی باعث دیسیپیشن میشه ولی یه جایی ممکنه منفی بده و حالا دیگه بیشتر از این من توضیحات چون ویدیو دادم برای اینکه این ایبو برطرف بکنیم میایم از مدل های فانکشنال که دیسیپیتیف هستن اضافه کنیم ترکیب می‌کنیم اینها رو با هم و یک داستان های خیلی طولانی و جذابی اونجا دارم. دسته چهار هم خب دیگه سایر دیگه حالا فانکشنال نیست استراکچرال نیست و ترکیبی از این دوتا هم نیست خود شما میتونید انواع اقسام مدل های مختلفی که تو اینجا هست رو بدید مثلا دی, دی, سیمولیشن رو من تو ویدیو توضیح دادم که میاد از رنز استفاده میکنه در نزدیک دیوار و در ن... به دور از در داخل شیر لیر ها از لارج دی استفاده میکنه بهش میگن دیتچ دی سیمولیشن به حالت مولتی مود داره دیگه یعنی بعضی جاها از مود رنز استفاده میشه بعضی جاها از الیس استفاده میشه مدل های دیگه ای هست مثل داینامیک لوکالیزیشن مدل که اصلا از یه انتگرال استفاده میکنه برای اینکه اینو بتونه حساب بکنه مدل های لاگرانژی که از پسلاین لاین و اینها استفاده میکنه میگن مموری افکت داره استراکچر فانکشن مدل هست اپروکسیمیت دیکانولوشن خیلی زیاد هست یعنی بشر الان هنوز هم دنبالش اینه که هستش که بالاخره اینا رو بتونه مدل سازی کنه حالا کامپیوتر هم از اون دارن رشد میکنن هرچه کامپیوتر بیشتر رشد کنه ما نیاز کمتری به این مدل خواهیم داشت